مکن اینسان تمنای وفا از یار بیگانه، تمنایت مرا با خیشتن بیگانه ام کرد. هر جمعیتی چون قصه و افسانه‌ام کرد، افسانه‌ام کرد. دوستی بنشان که کام دل ببارارد، درخت دوستی بنشان که کام دل ببارارد. نهال دشمنی برکن که رنج بی شمارارد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمارارد. شب صحبت غنیمت دار، شب صحبت غنیمت دار که بعد از روزگار ما. شب صحبت غنیمت دار، شب صحبت غنیمت دار که بعد از روزگار ما. بسی گردش کند گردون، بسی گردش کند گردون،
بسی لیل و نهاره. درخت دوستی بنشان که کام دل به باراره، نهار دشمنی برکن که رنج بی شماراره، که رنج بی شماراره. من از درون کویر با شما سخن میگویم، سرزمینی به گرمی دل عاشقان، به پاکی آسمان ها، به درخشش ستاره های زیبایی که شبانگاهان به ساکنان این بخش از زمین چشمک میزنند، از آسمانی که به ما بسیار نزدیک است و انسان شبانگاهان بی اختیار دستان خود را به سوی آسمان برای گرفتن یکی از ستارگان دراز می کند. کویر آرام است، کویر چون چشمه است با آبی زلال که آهوان عشق از آن می نوشند و مرغکان زیبا در اطراف آن به پرواز می آیند. کویر پرندگان، خزندگان و حیوانات متعددی دارد و همه و همه از نعمت حیات برخوردار و در صلح و آرامش زندگی می کنند. انسان ها نیز در تلاش و زندگیشان مطبوع و آرام است، تضاد عقیدتی ندارند، گویا نوعی وحدت و یگانگی در امور روزانه و اجتماعی همگی به ودیعه گذاشته شده. می دانیم در اغلب سرزمین ها و در بین بعضی از قبائل و اجتماعات قومی و مذهبی و عقیدتی، همبستگی، همکاری، همفکری، یگانگی و برابری و وحدت وجود دارد. بی مناسبت نمی دانیم در این بخش از برنامه به نوشتاری از استاد جمال زاده در مورد هاتف اصفهانی، شاعر نامی که یکی از بزرگترین سخنسرایان قرن 12 هجری یا قرن 18 میلادی به شمار می آید، را زیور این سخن نماییم. ایشان در مقاله‌ای تحت ترانه وحدت چنین می‌فرمایند: حقیر راغم این سطور، ترجیع بند هاتف، همشهری و همولایتی خود را که الحق گوهر شاهواری است، در کتاب کشکول جمالی تحت عنوان ترانه وحدت آورده است و الحق که چنین عنوانی برای چنین گفته ای کاملا به جا و مناسب است و در هر بیتی از این ترجیع بند حقیقت فصیح و رسای شهادت می دهم که نیست خدایی جز خدای یگانه گنجانیده شده است. در این شعر چنان می نماید که هر بندی از بندهای چهارگانه آن متوجه بر یکی از ادیان یعنی ایزدپرستی می باشد.
و با این دو مصرع پایان می‌یابد که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. نام قطعه در اصل اقلیم عشق عنوان دارد و ما چنانچه عشق واقعی را اساس و بنیان خداشناسی و توحید و دینداری و خدمت به نوع بشناسیم، باید تصدیق نماییم که ترجیع بند هاتف کاملا سزاوار همان عنوان ترانه وحدت و رهنمای عشق و خداپرستی است و نظائر آن در دنیای ما بسیار نادر است. هاتف شعر خود را با این ابیات سراسر جان روح و عظمت آغاز می فرماید: از یادم دادی بر بادم، با یادت شادم، دل به تو دادم، در دام افتادم، از غم آزادم، دل به تو دادم، فتادم به بعد، ای گل بر عشق خونینم مخند، سوزم از سوز نگاهت هنوز، چشم من باشد به راحت هنوز، پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن، کی آوی ببرم ای شمع سهرم، بنشین تاج سرم تا از جان گذرم، تا به سرم نه جان به تنم ده، چون به سرم دادم، دردم افتادم،
فدای تو هم دل و هم جان، وی نثار رهت همین و هم آن. دل فدای تو چون تویی دلبر، جان نثار تو چون تویی جانان. و پس از چند بیت دیگر در همین معنا می رسیم که با این بیت شروع می گردد: دوش از سوز عشق و جذبه شوق، هر طرف می شتافتم حیران، که حاکی بر طلب و شوق و حد اعلای آرزوی معرفت و حقیقت است. و سرانجام پس از سرگردانی به اولین مرحله وصال قدم می نهد و می فرماید: آخر کار شوق دیدارم سوی دیر مغان کشید انان. دیر مغان محفل خداپرستی و خداجویی است و چنان که امروز خوب می دانیم، در این راه تدریجی به سوی معرفت و حق، خورشید و آتش برای خود نقش عظیمی می داشته و شاید هنوز هم در پاره ای از گوشه های دور افتاده از دنیا، در قعر غارها و عمق جنگل ها آدمیانی را بتوان یافت که به خورشید آسمان که منبع نور و حرارت و حیات است ایمان دارند و آن را می پرستند و خدا می پندارند. هاتف در این مقام فرموده است: پیری آنجا به آتش افروزی، به ادب گرد پیر مغبچگان، سپس در اثر نوشیدن شربتی که چشم دل و جان را باز می کند و اعتقاد و ایمان تمام دارد، می گوید: مست افتادم و در آن مستی، به زبانی که شرح آن نتوان، این سخن می شنیدم از اعضا همه، حتی الورید و شریان، که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. آنگاه در سرمستی وصل شوق، زبان شاعر اصفهانی میگوید این کلمات که شرط کار و امضای دین و هر نوع ایدئالیسم است: از تو ای دوست نکسلم پیوند، جرب تیغم برند بند از بند، و بی خبر از هستی به راه خود ادامه می داد و دانسته یا ندانسته و بی خبر وارد کلیسایی می گردد و در کلیسا به دلبری ترسا برخورد می کند و او را در حال دعا و مناجات می یابد و هنگامی که متوجه می گردد که آن دختر سر تا پا پاکی و نورانی به تسلیس و اب و ابن و روح القدس توسل جسته و آن هر سه را می پرستد، با یک دنیا اخلاص و کمخبری و تعجب به او می گوید: رو به وحدت نیافتن تا کی؟ ننگ تسلیح بر یکی تا چند؟ از آن لب و دندان خندان جان ایمان آفرین بهترین جواب به گوش می رسد: هاتف در حکم اعجاز است. دختر ترسا در جواب اعتراض همشهری من می گوید: در سه آینه شاهد ازلی، پرده از روی تابناک افکند، سه نگردد بری شمر او را، پرنیان خانی و
حریر و پرند. و آن وقت است که ناقوس کلیسا به صدا در می آید و به گوش عالمیان می رساند که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحدهو لا اله الا هو. کم کم شاعر سرگردان ما که قدم به قدم به وعدگاه حقیقت و هجله وصل نزدیکتر می گردد، به بند سوم قدم می نهد و حکایت می کند که دوش رفتم به کوی باد فروش، زاتش عشق دل به جوش و خروش، و در بالای مجلس به زیارت پیر باد فروش چشم جانش را روشن می سازد. وصف آن محفل روحانی داستانهای بسیاری را که درباره مسند خانقاه عرفا و پیران بزرگوار خودمان داریم به خاطر می آورد و از بزرگی و بزرگواری و سعه صدر آن رهروان رهنما حکایت می کند. پیر در صدر و میکشان گردش، پاره ای مست و پاره ای متوش، چاکران ایستاده صف در صف، بادخاران نشسته دوش به دوش. آیا این توصیف محافلی مانند محفل عبدالله انصاری و بوسعید ابوالخیر و مولای روم را به خاطر نمی آورد؟ سینه بی کینه و درون صافی، دل پر از گفتگو و لب خاموش، همه را از عنایت ازلی چشم حق بین و گوش راز نیوش. شاعر ما می گوید از دست شیخ و مرشد معنا پرور، جرعه ای در کشیدم و گشتم فارغ از رنج عقل و زحمت هوش. و باز یک بار دیگر با صراحت و روشنایی تازه و بیشتری دستگیرش می شود که آدمیان با عقل و هوش تنها اگر عشق و ایمان و جذبه حی علی خیر العمل در میان نباشد، ممکن است به آسانی به مقصود نرسند. و باز یک بار دیگر با صراحت و روشنایی تازه و بیشتری دستگیرش می شود که آدمیان با عقل هوش تنها اگر عشق و ایمان و جذبه حی علی خیر العمل در میان نباشد، ممکن است به آسانی به مقصود نرسند. و راه کار را به ما نشان می دهد تا به جایی برسیم که از آن همه وسوسه های زیانخیز در امان باشیم و به قول حاطف، آنچه بینی دلت همان خواهد، وان چه خواهد دلد همان بینی. ای فدای تو. مکن انسان تمنای وفا از یار بیگانه، تمنایت مرا با خویشتن بیگانه ام کرد.
که جور منی عمر منی کبیرم و انگار که بارون منی تو درون دل دیوونمی مرهم و آرامش این روح و تنی هر چه هستی تو تموم عشقی دیده ی گریون منی خوش نشستی توی قلبم توی که مرهم و درمون منی چه جون منی عمر منی کبیرم و انگار چه بارون منی طبیبی واسه بیمار توی مهتاب شب من مهتاب از قشنگی تو شده شب سار با نگاه مثل ماهت قصه های جون پناهت دلم از من گرفتی نمیدونی چه قشنگ بود اشتباه تو که جون منی عمر منی کبیرم و انگار که بارون منی درمون دل دیوونمی مرهم و آرامش این روح و تنی تو که جون منی عمر منی
نبیرم و انگار